زنده به گوری، پرتاب، روی هم ریخته شدنهای متعدد. اگه این ویدیو خیلی رندوم توی کامنت اومده و واسط باز شده یا اینکه خودت روش زدی و بازش کردی، یعنی که به تایتل این ویدیو اهمیت میدی. این یه ویدیو افشاگریه از اتفاقاتی که شاید شما اصلا ازش خبر نداشته باشید، از پشت پرده ساده ترین قضیه که سر سفرمون میاد. سلام دوستای خوبم، روزگارانتون بشادی. کلوبا اینجا در حضور شماست و خیلی خوشحالم از اینکه دارم بعد از مدت ها دوباره توی اتاقم ویدیو براتون ضبط میکنم. تا الان یه عالم براتون ولاگ و برنامه و اونجا چیزا ساخته بودم، ولی دوباره خواستم که بیام اینجوری رو در رو باهاتون صحبت بکنم. و تازه دو تا چیز دیگه، اینجا اولین ویدیو توی اتاق جدیدمه و اگه دقت کنین مثلا دکور پشت هنوز زیاد تکمیل نیست و یه ذره باید روش کار بکنم. و تازه این اولین ویدیو بعد از 70,000 تایی شدن کانالمونه. مرسی که حمایتم کردید تا اینجا و میدونم که بازم حمایتم میکنین، چون واقعا به عشق انرژیایی که شما بهم میدید و ویدیوهایی که مثلا میبینم ویوی بالایی گرفته، لایکای بالایی گرفته، کامنتای زیادی گرفته، ایناست که واقعا بهم انگیزه میده که دوباره ویدیوهای بهتر و بیشتر براتون بسازم. میخوام یه بخشی از سوء استفاده هایی که توی کارخونه جوجه کشی توسط یه افشاگر مستند شده رو بهتون بگم. این وضعیت و اتفاقاتی که میخوام براتون تعریف بکنم برای جوجه های گوشتی معمولا رخ میده. جوجه های گوشتی جوجه هایی هستن که برای در واقع خوراک ما پرورش داده میشن و یک سری استانداردهایی رو یا دارن و یا حالا در طی پرورششون استانداردها رو توی تغذیه و نگهداری و ایناشون خب رعایت میکنن که به یک حد و نصابی خلاصه برسن. زندگی رقتبار و واقعا وحشتناک و چرت و مزخرف جوجه های گوشتی از همون لحظه تولدشون توی هچری شروع میشه. هچری در واقع همون حالا محیطی هستش که توشون جوجه ها از تخم بیرون میان، حالا میتونه کارخونه باشه، کارگاه باشه، مرغداری یا حالا هر جای صنعتی دیگه که برای این کاره. وقتی که جوجه ها از تخم بیرون میان توسط یک دستگاهی از پوسته تخم جدا میشن و بعد از اون همشون روی یک ریل در حال حرکت ریخته میشن. توی این پرتاب ها و حرکت ها قطعا آسیب یا حتی مرگ تعداد زیادی از این جوجه ها یه چیز کاملا قابل انتظاره. اما خب تعداد این جوجه ها انقدر زیاده که مثلا اون تعدادی که اون وسط آسیب میبینن یا حتی میمیرن زیاد به چشم کسی نمیاد و قابل اهمیت نیست. خب جوجه ها بر اساس یه سری استانداردهای جسمی و ظاهری و حالا اینجور چیزا باید از یک سری فیلترها رد بشن و اونایی که این فیلترها رو و این ویژگی ها رو ندارن خب باید از چرخه حذف بشن. موقعی که جوجه ها دارن توسط کارگرای اون کارخونه در واقع جدا میشن و فیلتر میشن، با بیدقتی پرت میشن، از بالشون بلندشون میکنن یا از پاشون بلندشون میکنن و اونا خب در واقع جوجه هایی هن که تازه چند ساعت یا حتی چند دقیقه از تولدشون گذشته و دیدید که چقدر جوجه های تازه متولد شده کوچیک و کمجون و ظریفن. و خلاصه میخوام بهتون بگم که توی این فرآیند فیلتر کردن اینها هیچ ظرافتی به خرج داده نمیشه. حالا جوجه هایی که این بین مریضن، زخمی شدن یا زیادی کوچیکن یا حالا به هر نحوی ناکارآمد هستن توی یه دستگاه دیگه ای ریخته میشن که زنده به گور بشن یا به هر نحو دیگه ای از چرخه حذف بشن. حتی گاهی اوقات ممکنه که تعداد زیادی از جوجه هایی که اتفاقا کاملا هم سالم هستن داخل این دستگاه ریخته بشن. چرا؟ مثلا صرفا چون که یه سفارشی کنسل شده. یعنی میخوام بهتون بگم که با این حیوانا به دید یک کالا برخورد میشه، نه یک موجود زنده‌ای که حس میکنه و نفس میکشه. البته گاهی اوقات هم خب از روش های دیگه برای کشتار این جوجه ها استفاده میشه، مثل اینکه حالا گردنشون رو روی یه جای تیز بکوبن یا کلشون رو کلا قطع بکنن و اینجور چیزا. اما خب در کل جالبه که بدونید این روش های کشتار روش های کاملا استانداردی توی صنعت شناخته میشن. این داستانهایی که براتون توضیح دادم فقط در رابطه با بخش جوجه های گوشتی و داستان خوراکی و پرورششون بود و خیلی چیزهای دیگه در مورد همین یه دونه حیوان وجود داره که کارهای زیاد دیگه ای باهاش میکنن که توی قسمت های دیگه ازش استفاده میکنن. و مثالش میشه جوجه های رنگی که تو بازار برای سرگرمی بچه ها به فروش میرسه و اتفاقاتی که برای اونا میفته. اونو دیگه توی این ویدیو نمیگم چون یه دونه ویدیو کوتاه شورت ویدیو در موردش ضبط کردم که لینکش احتمالاً این بالاها میاد و میتونید بزنید روشو از اون داستانم سر در بیارید. و اگر فکر کردید که داستان به اینجا ختم میشه، خب اینطور نیست.
این فقط یک بخشی از اون صنعت پرورش مرغ بود که من فقط در واقع این پروسه‌ای که شاید کمتر از یک روز هستش که اتفاق میفته براتون توضیح دادم و مراحل خیلی زیادی طی میشه تا اینکه یک جوجه از زمانی که به دنیا میاد تبدیل به یک مرغ گوشتی بشه و بعد کشتار بشه و به دست ما برسه برای مصرف. و تازه این قضیه فقط به مرغداری ها و صنعت مرغ و جوجه که ختم نمیشه، توی تمام صنایع حیوانی دیگه اینجور اتفاقا خیلی شایع، گاو، گوسفند یا هر حیوان دیگه ای که ما میخوریمش. خب حالا راه حل چیه؟ همه مردم دنیا رو مجبور بکنیم که گیاهخوار بشن که خب از این صنعت حمایت نشه و جمع بشه؟ خب عملا نمیشه، چون حتی اگر که شما بتونید از لحاظ منطقی یه نفری رو قانع بکنی که تو باید گیاهخوار بشی و اون طرف هم قانع بشه، گیاهخوار بودن به طور کلی کار خیلی سختیه و من از همینجا دست مریضات میگم به اونایی که خیلی وقت گیاهخوارن و مشکلی تا الان برای بدنشون پیش نیومده، چون تونستن که خیلی خوب تمام کمبودهایی که از جانب نخوردن گوشت و مرغ به بدنشون در واقع وارد میشه رو با تغذیه‌ها، مکمل‌ها و ویتامین‌ها و آهن‌هایی که به طور منظم مصرف می‌کنن کنترل کنن و این واقعا کار هر کسی نیست. راه حل دوم، این صنایع رو مجبور بکنیم که با ظرافت و مهربونی و لطافت بیشتری با این حیوانات برخورد بکنن. خب همونطور که بهتون گفتم از اونجایی که به این حیوانات به دید یک کالا نگاه میشه، بازم باید می‌دونم که همچین چیزی ممکن باشه. حالا یه فکتی اینجا وجود داره. اولی، گاهی اوقات ما راجع به یک سری صنایع یه چیزایی میشنویم، یه چیزای خیلی وحشتناکی میشنویم که اگر شما بری و واقعا از نزدیک اون صنعت رو نگاه بکنی میبینی که در عمل چنین چیزی وجود نداره و اون حرفا و چیزایی که شنیدی در حد یه شایعه بودن. من از این موضوع توی یک سری از صنایع مطمئنم. و مورد دوم، گاهی اوقات هم هیچ داستان یا مسئله بدی درباره یه صنعت وجود نداره، اما کافیه که بری از نزدیک ببینی که چه جنایات و کارهای کثیفی توش اتفاق میفته. حالا اصلا چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه این ترم دانشگاه من تمام درس هامون مرتبط هستش با خوراکی هایی که منشأ حیوانی دارن، مربوط به گوشت مرغ، گوشت گاو و گوسفند، شیر همین لبنی و پاستوریزه‌ای که استفاده میکنیم، تخم مرغ و کلن اینجور چیزهای لبنی و حیوانیه و کلی استاد متخصص توی این زمینه سر کلاس‌ها دارن به ما درس میدن. کاری که میخوام بکنم و فقط در صورتی انجامش میدم که شما مشتاقش باشید اینه که از این استادام کمک بگیرم که بتونم توسط اونها وارد بشم به یک سری از این مکانهای صنعتی و پرورشی و ببینم که دقیقا اونجا داره چه اتفاقی میفته و البته از تک به تک اتفاقا براتون ولاگ و در واقع یه مستند ضبط کنم. تا اینجوری نه تنها شما بلکه حتی خودم هم سر در بیارم که واقعا داستان یه سری چیزا از چه قراره. مثلا آیا واقعا توی سوسیس و کالباس از گوشت سگ و گربه استفاده میکنن؟ خب این لازمش اینه که آدم بره توی همچین کارخونه و بتونه از نزدیک ببینه. شاید من بتونم. یا مرغداری ها، یا گاوداری ها، کشتارگاه ها و خلاصه اینجور جاها. پس اگه شما هم مثل من مشتاقید که سر در بیارید از جزئیات اینجور مسائل، میخوام که کامنت ها رو پر کنید از کلمه بازدید. و اگه این ویدیو مثبت 500 تا لایک و مثبت 300 تا کامنت بگیره این کار براتون انجام میدم. مرسی که همیشه منو حمایت میکنید، خیلی دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه از چنل کلوا، فعلا خدا نگهدار.